این روزها شاهد بازگشایی مدارس و بازگشت فرزندانمون به محیط‌های آموزشی هستیم. همراهی والدین با فرزند و آموزشگران محیط‌های آموزشی بسیار کمک می‌کنه برای پیشرفت این فرزندان و آموزش و یادگیری بیشتر. درود فراوان عزیزان، من پوران پور اقبال هستم در برنامه اسکای رایز میدیا سوسایتی و گفتگو با شما. امروز میخوایم در مورد یک مسئله خیلی مهم صحبت بکنیم: برگشت فرزندان ما به مدارس و شروع فصل آموزش. و این صحبتی که امروز داریم به خاطر این هستش که ببینیم خانواده ها چه راهکارهای استفاده میکنن و چگونه میشه فرزندانمون رو بهتر در سیستم مدارس اجاست بکنیم و بهشون کمک بکنیم اجاست بشن. من امروز یک مهمان عزیزی دارم در برنامه، خانم پریناز، که ایشون آموزگار هستن، اینجا در مدارس کار میکنن و خیلی دلم خواد که صحبت رو از اینجا شروع بکنیم که پریناز خانم اگر میشه خودتون رو معرفی کنیم و بعد بریم سر اصل مطلب. بله، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان شنوندگان عزیز و ممنون از شما عزیزان که من رو تو این برنامه دعوت کردید. من پریناز جوادزاده هستم، معلم هستم که در سه شاخه زیست شناسی تدریس میکنم، در شاخه زبان فارسی و همچنین معلم پری اسکول هستم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خب بسیار عالی، معلومه که خیلی فعال هستید. من چیزی که معمولا مشاهده میکنم در خانواده ها بالا به واسطه کارم این هستش که معمولا فرزندان ما قبل از شروع مدارس، وقتی که میدونن که باید برگردن مدرسه، یه روتین خاصی هستش، یه سری استرس های خاصی دارن و خانواده ها حالا جوری که پاسخ میدن سعی میکنن داستان رو کمک بکنن، ولی میخوام ببینم شما از چشم یک معلم و آموزگار چی میبینین در مدارس که اتفاق میفته؟ درسته، بسیار این مسئله بعد از اینکه خب تعطیلات تابستونی که تموم میشه، بچه ها خب بالاخره آزاد بودن و اینکه یه مقدار از برنامه های روزانه که هر روز داره تکرار میشه، خب دوست دارن که یه مقدار فاصله بگیرن. وقتی که میخوایم برگردونیم به این سمت که بتونن برنامه ریزی بکنن، هر روز با یه برنامه از خواب بیدار بشن و کارهای روزمره خودشون رو انجام بدن، یه مقدار قبول این مسئله برای بچه ها سخت‌تر هستش. و در مدارس خب همونطوری که خودمون واقف هستیم، معلم ها بنا به تجارب زیادی که سالیان داشتن خیلی راحت میتونن که این قضیه رو درک میکنن. همون اولش خانواده ها یک مقدار از اون خواسته های همیشگی که بچه ها باید پرفکت باشن، بچه ها باید عالی درس بخونن، تا شروع مدرسه کلی نصیحت میکنن. وقتی که میری خوب گوش کن ببین معلم چی میگه، دقت بکنی یا اشتباه نکنی، یا مثلا نمراتت خوب باشه، یک مقدار اگه اینا تعدیل بشه خانواده یه مقدار ساده تر بگیرن این قضیه رو. و اینکه شادی و سلامت روحی و ذهنی بچه ها، سلامت روحیشون بیشتر مد نظر گرفته بشه تا اینکه از نظر اینکه تحصیلی تو چه نمره‌ای بخوام بگیرن، فکر میکنم که کارو برای بچه ها آسان تر میکنه. و اینکه بچه ها با شادی و روان آسوده تری میتونن پا به این مسیر بذارن که سال تحصیلی جدید رو شروع بکنن.
خیلی خوشحالم که شما این کلمه شادی و روان سالم رو بیان میکنید و واقعیت این هستش که فرزندان وقتی برمیگردن مدرسه یک عالم استراب دارن که خب حالا چه کار بکنیم، حالا من درسای قدیم یادم رفته، حالا مثلا اگه بچه کلاس اول هستش که خب دفنیتلی حالا محیط کاملا جدید هستش و یه اورینتیشن خاصی میخواد، ولی واسه فرزندان بزرگ سالتر معمولا این استرس وجود داره که حالا من از کجا باید شروع بکنم، اگه قدرت یادگیریم کم شده باشه چی میشه. و معمولا این سیستمی که در مدارس اینجا وجود داره خب خیلی وقت میذارن با بچه ها صحبت میکنن، همطور که حتما خودتون مشاهده میکنید، ولی از طرفی اون چیزی که شما گفتی خانواده ها اون استرابی که اونها دارن معنای تحصیل برای ما و مدارس شاید خیلی یا سیستم آموزش اینجا خیلی شاید مساوی نباشه. چی میگین در این مورد؟ کاملا درست میفرمایید، یعنی دیدگاهی که مدرسه داره از بابت آموزش مهارت ها برای بچه ها هستش که بتونن مهارت های اجتماعیشون رو بهتر بکنن، خلاقیتشون رو بهتر بکنن، بیشتر رو این زمینه ها، این که بچه شاد باشه. اما خانواده های مثلا ایرانیامون که خب بیشتر هستش که درس خوب یاد بگیره، فردا مثلا بتونه شغل خیلی خوبی پیدا بکنه، اون لحظه که اون کودکی رو از کودکانمون میگیریم و بیشتر توجه میکنیم روی درس بچه ها. و اینکه مدارس اینجا رو از این جهت من میپسندم که خیلی توجه به بازی کردن، چون تو بازی کردن بچه خیلی چیزا یاد میگیره، خیلی فکر میکنم خیلی نتایج بهتری میگیریم وقتی که با بازی به بچه حتی آموزش میخوایم بدیم، تا اینکه کتابو بذاریم جلوش و اینکه ما پای تخته بنویسیم بچه همونو کپی بکنه. اما وقتی که میایم روی مهارت هامون رو از نظر آموزش روی بازی استوار می کنیم، بچه خیلی راغب تر میشه. من اینو چندین بار امتحان کردم، مثلا میخوام حرف ایو برای بچه آموزش بدم، میام اول قبل از این که شروع کنم که یک اکتیویتی آموزش بدم که ایو بخواد یاد بگه، شروع میکنم در مورد این سوال میکنم که ای مثل چی؟ فکر میکنی مثل چی؟ مثلا بچه داره میگه ای مثلا الیگیتر، شروع میکنم الیگیتر رو خب ایو به شکل الیگیتر در میارم، میگم فجا فکر میکنی که چه چیزای ای دیگه ای رو میتونی داشته باشه، این الیگیتر مثلا گرسنه است بخواد بخوره، مثلا میبینه بچه میگه اپل میخوره، میگم آفری ای مثل اپل، بس یه دونه اپل میکشم. بعد بچه همینطوریش راقب میشه، شروع میکنه به صحبت و میبینیم یه تایم خیلی طولانی بدیم که بچه دقت بکنه داره چی آموزش میبینه، با من همراهی میکنه و من فکر میکنم که خیلی نتیجه مثبتی گرفتیم. این که میگین خیلی منو خوشحال میکنه، واقعا امیدوارم که این سیستم آموزش رو در ایران هم پیاده بشه. حالا در بحث اینجا در حقیقت اجاز کردن بچه ها تو مدرسه خودش یه سیویک ایشو هستش. یعنی چی؟ یعنی یک موضوعی که مورد نظر دولت هستش و سیستم آموزشی، و همیشه تلاششون رو بر این میکنن که چجوری بچه ها رو آماده بکنن برای مراحل بعدی، حالا اگر امتحان دارن، اگر میخوان وارد کلاس های بالاتر بشن، اصلا یک مرحله به مرحله دیگه این آماده سازی اینجا انجام میشه و جزء فکر میکنم جزء کوریکولم مدرسه شما باشه و همه سیستم آموزشی. ولی این آماده سازی الزاماً شاید همراه با یا مساوی با اون آماده سازی که تو خونه میشه نباشه و اونجوری که دقیقا اونجاست که یه خورده کانفلیکت به وجود میاد. نظر شما چیه؟ کاملا درسته. بنگه ماها تو فرهنگی بزرگ شدیم که آموزشمون بیشتر روی کتاب بوده و هیچ وقت تجربی چیزی رو یاد نگرفتیم. مثلا وقتی که من میخوام بیام بگم که چطور باران تشکیل میشه، وقتی که بتونم اینو به صورت عملی به بچه توضیح بدم، با یه آزمایش خیلی ساده توضیح بدم، خب این بچه خیلی راحت میتونه اونو یاد بگیره. اما خانواده میاد مثلا میخواد که بچه رو بیشتر آموزش بده از طریقی که خودش یاد گرفته، تو ایران اونطوری که بار اومده آموزش میده و بچه تقریبا من فکر میکنم که خانم دکتر این بچه ها خیلی راغب نمیشن که حرف شنوی از والدینشون داشته باشن، اون آموزشی که والدین بهشون میده رو خیلی مورد پسندشون نمیشه، چون کاملا آموزش ماها به صورت کتابی بوده. وقتی که اینجا وارد میشیم درس اینجا رو میخونیم،
یا اکسپریس اینجا رو کسب میکنیم، میبینیم که چقدر فضا متفاوت تر هستش و چقدر اینجا به زیبایی به بچه آموزش داده میشه و بچه خیلی قشنگ مسائل رو درک میکنه، خیلی قشنگ مسائل میبینه، اطرافش رو بهتر میتونه ببینه. ماها مثل یعنی کتابی بزرگ شدیم، اما بچه های اینجا با یه دید وسیعی وقتی که در مورد موضوع کوچیکی توضیح میدیم، میبینه بچه مثلا میخوایم بریم بیرون همون مطلب رو برای من توضیح، ای من فلان چیز رو دیدم بس علتش این بوده. اما من به نظر من بهتر ما والدین یه مقدار اجازه بدیم که این فضا برای از طریق معلم ها برای بچه ایجاد بشه، تا اینکه خودمون بخوایم تو منزل این فضا رو برای بچه ها ایجاد بکنیم، چون تفاوت وجود داره و تضاد وجود داره و این باعث میشه که بچه یه مقدار از خانواده حتی دور بشه و اون احترامی که بین فرزند و والد هستش خب در نتیجه از بین میره. من ترجیح میدم که این مسئولیت سنگین به عهده معلم ها گذاشته بشه، خانواده ها یک مقدار این قضیه رو ساده تر ببینن. و در حقیقت چیزی که شما میگی این هستش که والدین والد باشن، اون کارهایی که یک والد انجام میده انجام بدن برای بچه هاشون و اجازه بدن که سیستم مدارس اینجا اون کاری رو که باید انجام بده بده. ولی یه چیزی که هستش خب به هر حال همون جریان، حالا نمیخوام بگم، حالا تفاوتایی که وجود داره با اون مدلی که ما رشد کردیم و آموزش، یعنی به عنوان مشق نوشتن، مشق شب بیایم خونه از 6 صفحه از یه دونه کلمه یا دو تا جمله بخوایم مشق بنویسیم، اینجا ندارین این چیزا رو. حالا یا عدید من، حالا شما دلم میخواد بگین که اون آموزشی که انجام میشه با وسیله بازی و تفریح و سرود خوندن و آواز خوندن یه مدل دیگه است، ولی خانواده اصرار میکنن که چرا مشق شب نیستش. اون رو شما چگونه جواب میدید؟ یه مقدار خب این قضیه سخته، چون دوست دارم که وقتی که به عنوان یه معلم هستم کنار بچه های این عزیزان هستم، نظر والدینم برام ارزشمنده. سعی میکنم که تو اون محور هم یک مقدار دقت کنم، خواسته والدین هم برآورده بکنم. اما به زمانی که من به عنوان معلم یک اطمینانی رو به اینا، به والدین و به بچه ها میدم که من میتونم این کارو بکنم، شما نگم، وقتی که اون ارتباط و اون تراس بین من والد ایجاد میشه، من فکر میکنم خیلی مواقع شده اینطوری اتفاق افتاده و این قضیه کمک کرده. مادران یک مقدار یه قدم عقبتر کشیدن و اجازه دادن این کار رو انجام بده و من احترام به خواسته شما بهشونم میگم من احترام میذارم به خواسته شما، سعی میکنم همین خواسته شما رو، اما فقط اجازه بدید با این روشی که فکر میکنم که سالیان تجربه کردم و این نتیجه به دست آوردم، اجازه بدید که بعد این اساس من برم جلو. و اینکه والدین بسیار زیبا استقبال میکنن و این احترام رو به من قائل میشن که همون کاری که فکر میکنن که درسته رو انجام بدم. خب این خیلی به نظرم ایدئال هستش، اون جریان اعتماد سازی و احترام به قوانین یا اون شرایطی که وجود داره، و به خصوص مسئله اعتماد بین معلم و والد و فرزند و شاگرد. در حقیقت این قشنگترین چیزی که میتونه باشه، چون وقتی که اون اعتماد نباشه خب مسلما آدم قدرت یادگیریش کمتر میشه و اصلا گوش نمیکنه به حرفا. کاملا درست میگم. و اینکه خیلی زمانی که من با والدین ارتباط خوبی برقرار میکنم، بچه اینو کاملا درک میکنه. وقتی که میبینه یک رنگی بین خانواده و معلم وجود داره، نمیتونه گریزی بزنه به جایی، متوجه هستش که جفت ما هم توی راستا داریم میریم، صحبتامون یکی، اهدافمون یکی، و بچه خودش رو مجاب میکنه، خودش رو تطبیق بده با این مسئله ای که حالا ما تو خونه، من در مدرسه و والدین در خونه دارن اجرا. و معمولا معلم یک نقش خداگونه داره واسه یک بچه کوچیک. خودم رو یادم میاد که معلم هام رو میپرستیدم. دقیقا اتفاقا امروز یه موردی بود، یکی از والدین اومده بود گفته بود بچه مثلا لبنیات دوست نداره، خیلی دوست نداره مثلا شیر بخوره، پنیر بخوره، میتونی کمکش بکنی که طوری، چون حرف شما رو گوش میده، طوری کاری بکنی که به این کمک بکنی. من مثلا به بچه یه کاغذ دادم،
گفتم این کاغذ رو شما ببر از یخچال خونه بزن به یخچال خونه. به مامانشم بچه کوچیک بود، به مامانشم استیکر دادم، گفتم که 5 تا استیکر به شما میدم، هر شب اگه دختر گلم این لیوان شیرش رو خورد یه استیکر بچسبون. بعد از اینکه 5 تا استیکر چسبوندید من براش یه جایزه، یه سورپرایز دادم، یه جایزه بهش میدم. بچه اینقدر ذوق کرده بود، چون اینو من توی سری موارد دیگه امتحان کردم و دیدم که جواب داد و مادر برای تشکر یه دسته گل آورد به من، گفتش که این کار شما، این روش شما انقدر سر دخترم مثلا سر ذوق آورده و اینکه دقت میکنه اون چیزی که شما گفتی رو تو خونه اجرا بکنه، برای تشکرش باشه اومده بودش به قول معلم مدرسه. و اینکه و این کار رو امروز برای این دانش آموز انجام داده، الان منتظرم بعد از 5 روز نتیجهش رو ببینم. خب خیلی هم عالی. من میخوام ببینم، حالا البته تو این بحث حق انتخاب کودک و حق این که حالا آره ما دوست داریم که بچه همون تغذیه سالم داشته باشن، ولی از اون جهت هم حق اون انتخاب، مثلا اون که اون پدگوژیکی از لحاظ این که بچه خودش یاد بگیره که چه تغذیه میتونه خوب باشه براش و اینا رو آموزش ببینه، اینها رو چه کار میکنید؟ من خب قبل از اینکه و اینکه این مسائل پیش میاد، من با بچه‌ها مثلا در مورد اینکه قبلش، یعنی روز قبلش که این مسئله پیش اومد، در مورد این صحبت کردیم که چطور دندونامون رو سالم نگه داریم. مثلا غذاهایی که ناسالم هستش یا اسنکایی که ناسالم هست با غذاهایی که سالم هست، ببینیم دندونامون رو به چه شکل در بیاره. من با یه سری عروسکای نمایشی، با یه سری فلت ها، یه سری داستان هایی رو برای بچه ها درست میکنم و اینو توضیح دادم بهشون و بچه رفته تو خونه گفته که ماما من دونستم که اگه مثلا شیر بخورم دندونم سالم میمونه. و اینکه فردا که بشه امروز، مامان شما همین فیدبک رو داد که دخترم اومد تو خونه توضیح داد که مثلا باید غذای سالم چی هست، غذای ناسالم چیه، وقتی که اگه مثلا غذای اسنکی خوردیم که شیرین هستش چطور بریم مسواک بزنیم. این آموزش ها رو من سعی میکنم قبل از هر موضوعی بهشون بگم و این باعث شده بود که بچه رفته بود تو خونه گفته بود معلمم گفته که باید شیر بخورم. بعد میگم خب خیلی کم میخوای، که من سعی کردم تشویقش کنم. این انتخاب در اصل من شاید اجبار نمیکنم، تو باید اینو بخوری، تو باید این کارو کنی، اما زمانی که اینو به صورت یک بازی، به صورت یک داستان براش اجرا میکنم غیر مستقیم، چون اگه مستقیم بگم مطمئنم بچه جناح میگیره و اصلا امکان نداره گوش بده، اما به صورت یک بازی میشه یا تفریح میشه، من فکر میکنم بچه خودش خیلی راغب میشه. و اینکه بچه ها به من نشون میدن خب اینو بخورم، فکر میکنی این غذای سالمه، و بچه ها هی کنجکاون تو این زمینه صحبت بکنن. من بازم میگم بیشتر به سمت بازی، بیشتر به سمت جذب کردن بچه ها ما آموزش خیلی خوبی میتونیم بدیم، به جای اینکه دیکته بکنیم همین چیزو به قول فرمایش شما، اینکه اجبار بکنیم بچه که این کار رو حتما باید انجام. بله، و تمام تحقیقاتی که وجود داره خود سیستم آموزشی اینجا بیرون میده همیشه این رو تاکید میکنن که قدرت یادگیری وقتی بالاتر میره که محیط سالم باشه، روابط سالمی وجود داشته باشه و کودکان این حق انتخاب رو داشته باشن و بتونن از لحاظ تجربی بیاموزن، و کاری که شما میکنین به نظر میاد که این رو انجام میده. حالا میخوام یه نقبی بزنیم، یه خورده بریم یه خورده اونورتر، از لحاظ این که میخوام به فرهنگ، به چند فرهنگ بودن بچه ها یک نگاهی بکنیم. خب مدارس ما به هر حال سیستم اینجا سیستم چند فرهنگی است و احترام همه خیلی مهم هستش و بچه ها از بکگراند های مختلف میان توی مدرسه و مرتب هم که نیوکامرای عزیزی که میان، اونها هم بچه ها میان تو سیستم وارد میشن و یه جورایی باید حل بشن یا اجاز بشن، اونها رو چی کار میکنی در مورد دایورسیتی، چگونه با بچه ها میشه کار کرد؟ وقتی که خب خانواده‌ای که تصمیم میگیره که میخواد مهاجرت بکنه، مسلما والدین با مسائل خیلی مشکل، با مسائل و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. مثلا اینکه از نظر مالی، از نظر مسکن بتونن اون خواسته های بچه هاشون رو برآورده کنن مشکلاتی رو دارن و من معلم یک مقدار باید توی قضیه این والدین رو کمک بکنم. و اینکه خانواده هایی که وارد این قضیه، وارد این کشور جدید میشن، من خواهشی که ازشون دارم این هستش که کنار فرزندشون اولا اینکه بتونن هویت
بچه رو بهش بشناسونن که از کجا اومده، کی هستش، باورش چیه، ارزشهاش چی هستش. وقتی که بچه ها این باور و ارزشها رو بدونن و بشناسن، من همیشه هویت رو به این چیز تشبیه میکنم که یک دانه وقتی که میخواد رشد بکنه از ریشه داره رشد میکنه، بس وقتی که این ریشه تو زمین محکم باشه، بعد تنه بعد اون گیاه رشد میکنه، تبدیل به یه درخت تنومند میشه، بعد محصولش مثلا میوه میشه، میوه های سالمی میشه. این ریشه ما همون هویت ما هستش. بس مادامی که من بتونم به بچه طوری آموزش بدم که هویت خودش رو بشناسه، گام خیلی بزرگی برده. خیلی سخته، امکان داره که بچه مقاومت بکنه، اما من با درایت خودم باید این کار رو انجام بدم. و بچه هم که وارد یه مدرسه میشه، چون که طبق فرمایش شما یه کشور مالتیکالترال هستش، دقیقا همه میدونن که وقتی که مهاجر وارد میشه چه مشکلاتی رو دارن، و اینکه معلم ها بسیار با این قضیه واقف هستن و اینکه کنار بچه ها هستن. من صحبتی که واقعا میخوام با خانواده ها تو این زمینه داشته باشم، اینکه سر بچه هاشون اول از همه اینه که منت نذارن که برای چی اومدن، نگن که به خاطر تو اومدم، پا شدم که تو رو مثلا این موفق باشه، حالا تو وظیفته که این موفق. یه وقتی که یک باری رو دوش بچه میذاره، بچه نمیتونه خودش رو اجاز کنه تو مدرسه، یعنی هی نگران استرابه که الان اون خواسته‌ای که مثلا مامانم میگه رو من نتونم برآورده کنم. تو بچه وارد محیط جدید میشه خیلی مشکلات زیادی داره، اینکه از نظر زمان مشکل داره، اون روابط دوستانه که با دوستاش میخواد برقرار بکنه، همه اینا برای بچه خب سخت و سنگین هستش. من باید بارو بردم، حالا من معلم هم تو کلاسم همین کارو میکنم. من سعی میکنم آرومتر توضیح بدم، سعی میکنم به بچه ها بشناسونم که ما از فرهنگ، همه این بچه اینجا از فرهنگ های متفاوته و ما باید احترام بذاریم به فرهنگ همه. و اینکه مثلا اگه میخوایم تو مثلا مدرسه دانش آموز چینی هستش، عیدشون رو به اون مراسم چینی عیدشون رو مثلا جشن بگیریم، همه دوره هم میشینیم جشن میگیم، یا نه عید نوروزمون هستش، همه بچه ها میشه. و در مورد اینکه من سفره هفت سین رو تزیین میکنم، روی برد تزیین میکنم، دونه دونه به بچه ها توضیح میدم که مثلا اینا چی هست، سمبول چی هستش. و از کشورهای مختلف که میام، من سعی میکنم که هر مراسمی که دارن اونا رو پیاده بکنم. و بچه اون موقع که وقتی که میبینه این اتفاق افتاده، میبینه بس مثلا میگم سال نوی من مثلا تو ماه مارچ هستش، سال نوی اون یکی تو اون هست. یه بعد از یه مدت میبینی یه دوستی بین اینها وجود داره و اون تفاوت‌ها به نسبت دیگه داره از بین میره. پس با همکاری خانواده‌ها که اول بشناسونن اون هویت بچه رو، بشناسونن بهش که اعتماد به نفسش رو به دست بیاره، که فکر نکنه وارد مدرسه جدید میشه متفاوت‌تر از بقیه هستش. اما من معلم وقتی که توی این محیط مدرسه چنین شرایطی رو پیش میارم، من فکر می‌کنم تا الانم اتفاق افتاده، موفقیت‌آمیز بوده، بچه‌ها خیلی دوستانه، دیگه براش مهم نیست پیش کی میشینه، با کی داره صحبت، همه یک رنگ و همه یک جور هستن. و این در حقیقت برخورد درست با مثلا مقوله چند فرهنگی همین هستش، که فرزندان یاد بگیرن که هر کسی جای خودش رو داره، احترام خودش رو داره، هر فرهنگی مراسم خودش رو داره، کارهای مخصوص خودشون رو دارن و باورهای مخصوص خودشون دارن. و این من فکر میکنم آموزش دادن این قضیه خیلی کمک میکنه به دنیای صلح‌آمیز و بهتری برای آینده. و خب این چیزیست که هدف سیستم آموزشی اینجا هست، چون میدونم در سیستمشون هستش که بخوان در مورد چند فرهنگی بودن بسیار صحبت کنن. حالا کجاست که شما یه موقعی میبینید، چون بچه ها کودکان معمولا حرفای خانواده ها رو تو مدارس میارن بازگو میکنن، و من اینو خیلی شنیدم که مثلا تو خونه یه کامنت هایی شنیدن در مورد چنین و چنان گروه یا اقلیت به اصطلاح اینجا، و اومدن کلمات رو بازگو کردن. با اینها در حقیقت چه کار میشه کرد و با خانواده ها چه مسیجی میشه داد که بدونن که این مسائل جدی هستش؟ من اگه از شما سرکار محترم خواهش من یه مقدار قضیه رو برای من بیشتر بازگو کنید، دقیقا که بتونم من نظری که مد نظر شما هست و بدم. من من خودم از پدر مادرها خیلی شنیدم که مثلا توی خونه احیانا حالا یه کامنتی بدی نسبت به یه کسی، یه گروهی از مردم دادن که حالا با شکل و شمایل چگونه،
و این بچه ها اومدن تو مدرسه اون رو منعکس کردن و اتفاقات خوبی نیفتاده در نتیجهش، چون میدونیم که درسته. هرچی که بچه ها میکنن خب به هر حال از کجا میان یه جایی کاپی میکنن دیگه. اینو ما چگونه کامل. میتونیم به خانواده ها بگیم که حواستون باشه این مقوله چند فرهنگی خیلی مهم هستش و در خونه درست. صحبت هایی که میکنین مناسب باشه؟ درسته. وقتی که این صحبت که خب طبق فرمایش شما کاملا بین یه سری از بچه ها یه صحبت هستش که و خواهد بودش، اما من چیزی که این اتفاق که افتاده، چون من چنین موردی رو شنیده بودم و من دفعه بعدی رو خواستم مثلا یک اکتیویتی رو با بچه ها انجام بدم، اومدم مثلا کاغذی رو برش دادم، میخواستم که حالا اجزای بدن رو مثلا بشناسونم، اومدم کاغذ ها با رنگ های مختلف رو برش دادم، مثلا حالا یه رنگ سفید برشم، یه رنگ زرد برش دادم و رنگ های متفاوت، و اینکه بهشون وقتی که غیر مستقیم بهشون توضیح میدم هر کدوم ما یک رنگیم، اما هممون هیومن هستیم، هممون انسان هستیم، هممون چشم داریم، دماغ داریم، یکی هستیم. هیچ مثلا بهشون حتی میگم که خب انتخاب کن کدوم رنگ کاغذ دوست داری داشته باشی، و وقتی که من فقط از یک رنگ خاص استفاده نکنم و اینکه تو کارهام رنگ های متفاوتی رو استفاده بکنم، ناخودآگاه رو فکر میکنم، اگه حالا نظر شما برای من خیلی مهم هست، فکر میکنم یه تاثیر مثبتی میذاره که رنگ مهم نیستش، یا اینکه فرهنگ متفاوت هستش مهم نیستش، از نظر اینکه یه هیکل رو مثلا خب یه مقدار درشتر میکشم، یه هیکل رو یه مقدار باریکتر میکشم، که همه با هم یکی هستیم هستیم و همین، و اینکه وقتی که اینها را انجام میدم خب سعی میکنم که یه ویدیویی از این کار درست بکنم و در گروهی شیر میکنم، وقتی که مادر خانواده اینو میبینه، من یعنی غیر مستقیم بهش این آموزش رو دادم، صحبتی که تو خونه شده صحبت معقولی نیستش. اینا بسیار مسئله جذاب و مهمی هستند و من میخوام ببینم که مسلم میدونم که این یک روش کار برای همه معلمین هست، یعنی تو اون سیستمی که شما دارین اینا کارهایی است که باید انجام بشه. حالا از لحاظی میخواستم ببینم که مثلا اگر این خانواده هایی که جدید میان آیا امکاناتی براشون هست تو مدارس که مثلا بیان با شما صحبت بکنن، مثلا راه آموزش ببینن که چه میگذره اینجا، چه سیستمی وجود داره، مثلا چقدر شما واقعا وقت دارین برای خانواده ها؟ خب سعی میکنیم که برای خانواده، چون اینکه در حقیقت امانتدار اون بچه ها هستن، سعی میکنیم که خب برای اینکه با مشکلات کمتری روبرو بشه و بچه توی محیط بسیار خوبی رشد بکنه، اون فرصت رو برای خانواده میدیم، و اینکه با هم میشینیم گفتگو میکنیم، با هم دیگه صحبت میکنیم. من جالب بود یه چنین موردی پیش اومده بود که میخوام مثالی رو داخل صحبت خودم بگم، دو تا بچه با هم درگیر شده بودن و خانواده یکی از والدینش اومدش به من گفتش که این تو اینا با هم درگیر شدن و چه مشکلی براشون پیش اومده، میخواستم که من به بچه‌م توضیح دادم اگه اون تو رو زد تو محکم تر از اون بهش بزن، و من نشستم بهش گفتم که خب این نظر شماست و من به نظر شما احترام میذارم، اما فکر نمی کنید که این میتونه یک حادثه، یک اتفاقی باشه که ناخواسته بوده، و اینکه فرزند شما با این صحبت یک دید منفی بهش میدید و یه نگاه بدی میدید که به اطرافش داشته باشه، یعنی حتی یک بچه بیاد مثلا میگم اشتباهی دستش به بدن این بخوره، یهو یک واکنش بسیار شدیدی نشون میده. من به نظرم این که بچه‌تون رو بیشتر کمک بکنید که بیاد به من بگه، بیاد به من بگه این مشکل وجود داره، من سعی میکنم اینو کمک کنم، اما اگه من با شما تو یک راستا صحبت بکنیم که زدن کار درستی نیست، اگه این اتفاق افتاده یه اکسیدنتی بوده، یک اشتباهی بوده و اینو حلش بوده، اما وقتی که شما آموزش میدی اون زد تو هم بزن، من فکر میکنم که یه پرخاشگری رو داریم تو خانواده رشد میدیم و این باعث میشه که بچه یه انگر بسیار بالایی داشته باشه، با هر واکنش دانش آموز یک واکنش خیلی نامتعارفتری رو نشون بده. اونی که این وقت میذارم برای والدین با
احترام یه مقدار مسائل رو بازگو میکنم و اینکه امیدوارم که مثمر ثمر باشه. و حتما واقع میشه. آموزش همیشه مهم هستش و حالا صحبت از خشم کردین و از صحبت از این مسائل زدن کردین، میرسم به یعنی به این ذهنیت که خب این مسئله بولینگ، مسئله آزار و اذیتی که توی مدارس اینجا میگن زیرو تالرنس، یعنی هیچ تحمل نمیشه کرد، مدارس این رفتارها رو تحمل نمی کنن. و من خودم به واسطه کارهایی که داشتم چندین بار رفتم مدارسی که واسه بچه خانواده صحبت بکنم و میبینم که مثلا یه بچه به خاطر یه سری رفتارها اخراج شده و خانواده بسیار ناراحت هستش و میگه چرا، و اونجایی که میان بهش میگن ببینین این و این و این اتفاق افتاد، ما گفتیم و شما گوش نکردین، و اینا مسائل بسیار جدی است. در مورد بولینگ یا آزار اذیت یا قلدری تو مدارس شما چی میبینین؟ حالا اول که الان که اول ساله، ولی کلا چه کارهایی انجام میدین؟ درسته، این مسئله خب کم نبوده، از اینکه بچه ای رو از نظر هیکل خب میان مورد تمسخر، بچه از نظر هوش مورد تمسخر، یعنی در حقیقت یه لیبلی بهش میزنن. اینها مسائلی بوده که خب شایع هستش توی مدارس، اما من بیشتر برمیگردم به خانواده اون کودکانی که حالا مورد این آزار قرار گرفتن. اگه ما اعتماد به نفس بچه هامون رو توی خونه ببریم بالا، اینکه وقت بذاریم با بچه هامون صحبت بکنیم، فقط مسائل من مادر یا پدر خانواده این نیستش که از نظر مالی بچه رو تامین بکنیم، بشینیم ببینیم چی میگه. وقتی که صحبت میکنه بچه از مشکلات مدرسه داره میگه، با تمام دقت گوش بکنیم و اینکه نخوایم چیزی رو تصحیح بکنیم، فعلا شنونده باشیم، گوش کنیم که ببینیم این فرزندم داره به من چی میگه، چی رو میخواد به هم برسونه. بعد از اینکه موضوع رو گرفتم میتونم باهاش صحبت کنم، میتونم از تجربیاتی که خودم داشتم تو نوجوانی یا کودکی، مشکلاتی که برای خودم تو مدرسه پیش اومده صحبت بکنم، از تجربیات بقیه استفاده کنم، صحبت کنم، فضا بدم که بچه صحبت کنه، من صحبت بکنم. وقتی که بچه فردا میخواد بره مدرسه، اولا با یه اعتماد به نفس بیشتری میره، و در ثانی که اجازه میدم که بهش حتما توضیح، هر موردی شد معلمت هست، با معلمت برو در میون بذار. و اینکه فقط خب یه مسئله که وجود داره، بعضی موقع بچه ها میگن خب زبانم ضعیفه، من چطور میتونم برم اینو تو به بچه بگم، به از میخوام به مثلا معلمم اینو بخوام برم توضیح بدم. بعد اما این من باید این اطمینان رو که به بچه بدم، حتی تو با اشاره دستم بخوای صحبت بکنی، اون معلم میفهمه تو رو میتونه درک بکنه، نیاز نیست که حتما زبانت خوب باشه. اون اعتماد به نفس، این که خب زبانم ضعیف، اعتماد به نفسش رو ببرم بالا، روابطم ضعیف، اعتماد به نفس تو اون زمینه ببرم بالا، من فکر میکنم که بچه با خیال راحت تری به مدرسه وارد میشه. و اینکه حتما من والد با مدرسه باید در ارتباط باشم، باهاشون صحبت بکنم. من خیلی بارها شنیدم این تو موارد اومده، مدرسه انقدر زیبا این مسئله رو حل کرده، انقدر با این زیبا مسئله به قول معروف خانواده ها روبرو شده، طبق فرمایش شما که فرمودی خب بچه مثلا یه سری از بچه ها رو اخراج کرده، خب این یعنی که مدرسه حامی من هستش، بس من از مشاوره مدرسه کمک بگیرم که چی کار کنم. و مشاوره گرفتن از روانشناسا تو این سنی بعد از اینکه مهاجرت کردیم خیلی خیلی مهمه، چون من یک تنه نمیتونم همه مسائل رو به دوش بگیرم و اینکه بتونم یک بچه اینکه سالمی رو به جامعه تحویل بدم، پس کمک بگیرم و از روانشناس، از مسئول مدرسه کمک بگیرم. و اینکه میگم تمام مسئولین مدرسه واقف به همه مسائل هستن و خیلی میتونن تو این زمینه خانواده ها رو کمک بکنن. اما اعتماد به نفس بالا بر خلوت ما، اعتماد به نفس اگه رفت بالا، بچه اگه اون به باورها، ارزش های خودش اطمینان پیدا کرد، یعنی شناخت اونا رو، من مطمئنم خیلی گام های محکم تری رو میتونه برداره. شما به یه سری کلمات کلیدی تکیه کردین تو صحبتاتون که خیلی ارزشمند هستش به نظر من، در مورد اعتماد، احترام، مسئله حرمت، اعتماد به نفس و مسئله هویت.
و مسئله دوستیابی و مسئله اینکه در محیط آموزشی چگونه بچه ها بهتر رشد بکنن، رشد فرهنگی، شخصیتی، فردی داشته باشن غیر از رشد آموزشی. و من این رو میخواستم در حقیقت ربطش بدم به اون مسئله آخر که گفتیم، مسئله مشاورین و اینکه توی مدارس اگر بچه ها خشم و خشونتی دارن، ناراحتی دارن، رفتارهای نابهنجاری دارن، خانواده ها من خیلی زیاد دیدم گاهی اوقات گلمند هستن و میگن او این مدرسه با بچه ما خوب تا نمی کنه و بچه ما لیبل زده، بچه رو فرستادن مشاوره. و یه ترسی بعضی وقتا برای بعضی عزیزان وجود داره که او این براشون پرونده میشه و در آینده براشون بد میشه، که خب ما میدونیم که همچی چیزی نیست، پرونده‌ای وجود نداره و دوست دارن مدارس، دوست دارن که بچه ها این سرویس ها رو بدن، یعنی کانسلری تو مدرسه هست که این کمک ها رو بکنه و این کمک هایی است که در سطح سرویس دهی های خیلی معمولی اینجا هستش. حالا این رو چگونه میشه در حقیقت به خانواده بیشتر پیشنهاد کرد که ببینن که یه موقعی هست رفتارهای نابهنجار هست، ما چه کار بکنیم که اینها رو حل بکنیم با کمک مدارس؟ کلا یه مقدار ما تو فرهنگ ایرانیمون هستش که یک سری واقعیت ها رو نمیخوایم قبول بکنیم. قبول یک سری این که فرزند من دارای مشکلی هستش رو نمیتونم بپذیرم. من فرزندم کوچیک بودش، من دیدم از نظر تمرکز یه مقدار با مشکلاتی روبرو هستش. از طرف مدرسه هم این رو گرفتم که تمرکز یه مقدار پایین‌تر هستش. به جای اینکه جناح بگیرم، این که بگم که مدرسه‌تون خوب کار نکرده، دقت نکردی، بچه من مشکلی نداره، یه مقدار یه دو دقیقه تفکر کردم. خب این از کجا اومده؟ چرا به فرزند من چنین چیزی گفته شد؟ و من یادم میاد که دخترم دوم ابتدایی بودش. رفتم یه پیش مشاوری رفتم و اینکه جلسه خصوصی رو باهاش فرزندم گذروندش. تو عرض 10 جلسه تمرکز بچه من کاملا برگشت. یعنی بعد از اینکه 10 جلسه تموم شد اصلا باور نمی کردم بچه من اینقدر تغییر کنه. الانم که 23 سالش هست همچنان میبینم بعضی موقع که اگه تمرکزش اومده خودش از همون روش های همون روانشناسی که 8 ساله بود استفاده میکنه الان داره استفاده میکنه. و بس یه مقدار واقع بینانه اگه به قضایا نگاه کنیم، حتی اگه گیرم مدرسه اشتباه کرده، بذار آخر به این نتیجه برسم که مدرسه اشتباه کرده. از روی مسائل ساده رد نشیم. یه سری مسائل اگه الان حل نشه در آینده اصلا نمیتونیم مسائل رو ما دیگه نمیتونیم حل کنیم. حتی از من برای یک مشاور به جای اینکه الان 5 جلسه وقت میتونه بذاره مشکل رو حل بکنه، با 50 جلسه هم دیگه نمیتونیم حلش بکنیم. من به نظرم ما فرهنگمون رو یه مقدار باید تغییر بدیم، دیدگاهمون رو تغییر بدیم. من مطمئنم خیلی راحت میتونیم در کنار مدرسه و همراستا با مدرسه بریم جلو. بله، و به هر حال اینو میدونیم که فرهنگ اصلی سیستم آموزشی اینجا این هستش که چیکار بکنن، سرویس دهی کنن، همونجوری که شما اول گفتید، برای اینکه بچه ها مهارت های زندگی بیابن و گفتگو کردن در مورد مشکلات، عواطف، رفتارها و مسائلی که وجود داره، دلخوریها، رنجشها و به اصطلاح تضادی که با خونه وجود داره، اینها کمک میکنه که اون سرویسی که مدرسه داره میده خیلی بهتر در حقیقت بشینه و کار بکنه و عمل کرد داشته باشه. در نتیجه من فکر کنم اینجا خیلی مهمه ما اینو بگیم که خانواده ها بدونن که اگر سرویسی بهشون پیشنهاد میشه، اگر کمکی میخوان مدارس بکنن، اینو با جان و دل بپذیرید و به قول شما بذارین که اونها اشتباه بکنن اگر فکر میکنیم که اشتباهی وجود داره. حالا من فکر کنم دیگه، بله فکر میکنم یه چند دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، ولی میخوام ببینم که در مورد یه چیزی هم در مورد آموزش مسائل جنسی یا بدن فرد، بدن خود، بدن انسان و اون عملکردهای بدن، این هم یکی از مسائلی است که میدونم خیلی خانواده در موردش اختلاف فکر وجود داره، که برخی میگن ما نمیخوایم بچه همون این چیزها رو بدن، در صد که اینجا از کلاس 6 و 7 من میدونم که دیگه روابط جنسی رو هم، یعنی راجبش صحبت میشه،
و آموزش میدن و به عنوان آموزش حساب میشه و از اون طرف تمام ریسرچ یا تحقیقاتی که وجود داره اینه که بچه هایی که این آموزش ها رو میگیرن کمتر میفتن به دام به اصطلاح روابط جنسی زودرس. خواهم ببینم شما کاملا در درست. مورد این چی میگین. بله، به نوبه تجربیاتی که من داشتم اینه که خب بچه از یک سنی که پا به سن بلوغ میذاره یه سری تغییراتی رو تو بدنش حس میکنه. اگه با یه سری مسائل متفاوت با چیزایی که تا الان اصلا حسش نکرده بود، لمسش نکرده بودش، داره مواجه میشه. اگه من از قبل یک مقدار من معلم یا خانواده با کمک مشاوران مدرسه، با کمک معلم ها که میگم هم راستا بودن، خیلی هستش، با کمک اونها این آموزش ها رو به نحو درستی به بچه بدیم قبل از اینکه اتفاق تغییراتی در بدنش به وجود بیاد، در مورد اون مسئله توضیح بدیم. سعی کنیم که از کتابخونه ها کتاب های خیلی زیادی تو این زمینه هستش بتونیم بگیریم، با بچه از همون سن پایین بتونیم صحبت بکنیم در مورد این مسائل. ما هستش برای بچه های پیش دبستانی هم که داریم کار میکنیم یه سری کتاب ها هستش میاریم به سطح داستان میخونیم، اما گذرا رد میشیم، خیلی بهش فوکس نمیکنیم، اما اینو هی تکرار میکنیم، هی تکرار بکنیم. بعد از یه مدت اصلا میبینیم بچه با بدنش اونس گرفت، با چیزای غیر چیزی که براش نام مثلا چطوری بگم خیلی معنوس نبود، باهاش معنوس میشه، درکش میکنه، میفهمه تغییراتی که تو وجودش پیش اومده. من به نظرم آموزش نه، چون هر چیزی یه سنی داره، آموزش هم یه سنی داره، اینها اگر در سن پایین اتفاق داره میفته حتما قبلش یه سری تحقیقات اتفاق افتاده که بچه باید از سن 6 سالگی اینو بدونه، تو سن بلوغ باید اینو بده، قبل از اینکه اتفاقی تو بدن بیفته توضیح که داده بشه بدن بچه آماده هستش. یهو اتفاق نمیفته و بچه از خودش اصلا یه جوری بشه خودشو نتونه قبول بکنه. به نظرم آموزش قبل از چیز با اصولی که مدرسه داره میره جلو، من فکر میکنم با رشد بچه هماهنگ بوده، چون سالیان در این زمینه تجربه کسب کرده و اینکه قبلش باهاش صحبت میکنی بچه خیلی راه حتی میتونه این مسائل رو بپذیره و به قول شما طبق فرمایشتون کمتر به مشکلات بعدی که در آینده هستش میفته، چون با آگاهی داره میره جلو. دقیقا دقیقا چیزی که وجود داره در حقیقت همین تحقیقاتی که من بیشتر خیلی میخونم میبینم که صحبت از این میشه که چقدر روابط جنسی زودرس کم میشه به خاطر این آموزش ها و چقدر در رابطه با الکل و مواد مخدر این آموزش هایی که تو مدارس وجود داره، حالا خیلی وقت نداریم ولی میدونم این آموزش ها به خصوص تو دوران دبیرستان بسیار داده میشه و به نظرم که خیلی مهم هستش. حالا واسه این که بتونیم برنامه رو تموم بکنیم، حرف آخرتون با خانواده های عزیز چی هستش؟ من با تمام احترامی که به خانواده ها قائل هستم ازشون فقط خواهش میکنم که طبق صحبت که قبلا هم توی این برنامه هایی داشتم، شنونده خوبی برای بچه ها باشیم، اجازه بدیم یک فضای آرومی در منزل باشه که بچه با خیال راحت بدونه اگه مشکلی تو محیط مدرسه، تو کوچه، خیابون مشکلی پیش اومده، من جای امنی رو دارم که بتونم برم صحبت بکنم. و اینکه وقتی که فرزند صحبت میکنه نگاه کنم به چشمای فرزندم، مشغول موبایل نباشم، مشغول کار نباشم، بله فقط این لفظ رو بگم اگر که متوجه شدم، بذار بچه بفهمه که صحبتش ارزش داره و اینکه قابل احترام هست همه حرفاش، و این باعث میشه که بچه با خیال راحت گام برمیداره، رشد میکنه، بیرون از فضای خونم بخواد بره مطمئن هستش که وقتی که برگرده یک آغوش بازی هستش که بتونه بچه رو استقبال. پریناز خانم عزیز، من خیلی از شما سپاسگزارم برای حرفای بسیار مهمی که زدید و اینها به قول تکسبوک هستش. یعنی چی؟ یعنی در کتاب ها این چیزها رو می نویسن و ما نیاز داریم بشنویم و در مورد صحبت بکنیم و این مسئله برگشت به مدارس و شروع مدارس در حقیقت یه
بهانه بود برای اینکه ما همچین صحبتی داشته باشیم، ولی این یه مقوله است که بسیار مهم هستش که از اول سال چگونه پلنینگ بهتری برای فرزندانمون داشته باشیم، در کنار مدرسه، در کنار معلمین محترم و مهربانی مثل شما، که بتونیم این هماهنگی ها رو انجام بدیم، خونه و مدرسه با هم هماهنگ بشه، چون بچه ها حالشون اونجوری بهتر هستش. من اینجا از شما بسیار سپاسگزاری میکنم و از ممنونم و از آموزگاران دیگه، از عزیزان دیگه که دوست دارین در مورد مسائلی صحبت بکنین، مسائل شهروندی ما هست، اینها بهش میگن سیویک ایشوز. من خیلی دلم خواست برسیم به چند تا نکته دیگه ولی وقت نداریم، امیدوارم در برنامه‌های دیگه بتونیم صحبت بکنیم. و عزیزان که دوست دارین در این برنامه شرکت کنین، در برنامه گفتگو با ما، خواهش میکنیم که به ایمیل skyrisemediasociety@gmail.com که این پایین برنامه هستش ایمیل بزنی، خودتون رو معرفی کنین و بگین که در مورد چه موضوعی میخواین صحبت کنین، و خیلی خوشحال میشیم که نظرات شما رو بدونیم و بحث های بیشتری داشته باشیم. من فکر میکنم که یه جامعه سالم جامعه است که در اون گفتگو وجود داشته باشه و شنیدن، شما به درستی کلمه قشنگی رو گفتین، شنیدن وجود داشته باشه. ما کمتر میشنویم فکر میکنم، و اینجاست که دوست دارم از شما عزیزان که این برنامه رو دیدین سپاسگزاری کنم و ازتون خواهش کنم که حتما این برنامه رو با دیگران به اشتراک بگذارین. شب شما خوش و ممنون.